مراسم عاشورای حسینی در ولایت بلخ با حضور هزاران تن از عزاداران حسینی در مساجد و تکه خانه های این ولایت برگزار شد. اشتراک کنندگان در این مراسم میگویند که نهضت عاشورا مکتب ایثار، فداکاری و اخوت و برادری میان مسلمانان است و حضرت امام حسین علیه السلام برای احیای شعائر اسلام قیام نمود. شمار از مقام های امارت اسلامی عاشورا را مکتب برای همه امت مسلمانان میدونند. صدها تن از گوشه و کنار شهر مزار شریف به تکایا و مساجد آمدند تا از روز شهادت حضرت امام حسین نواده پیامبر اسلام گرامی داشت کنند. عزاداران حسینی میگویند که امام حسین برای احیای دین جدش یعنی حضرت محمد مصطفی قیام کرد و در برابر ظلم و بی‌عدالتی حاکمان وقت ایستاد و از خود در جهان درس ایثار و فداکاری بر جا گذاشت. عاشورا محرم یک شعاری است، یک پرچمی است که در درازای زمان به پهنای زمین اسلام را منعکس می‌کند، اسلام را مجسم کرده، تابلو کرده و نقش‌آفرینی کرده. با این حال مقام‌های امارت اسلامی نیز در کنار عزاداران حسینی از این روز بزرگداشت کرده می‌گویند امام حسین تنها برای شیعیان نه، بل متعلق به تمام مسلمانان جهان و آزادی خواهان است. رمز و کلید عزت و اقتدار و ترقی و پیشرفت و سربلندی امت اسلامی فقط در پرتو حفظ وحدت و یکپارچگی نهفته است. مراسم عاشورای حسینی زیر تدابیر شدید امنیتی در تمامی بخش‌های شهر مزار شریف در کنار نیروهای امنیتی، نیروهای مردمی و عزاداران حسینی نیز برای تأمین امنیت این روز دست به کار شده بودند. امروز محرم بالخصوص امسال محرم در شهر مزار شریف نظر به سالهای قبل آنچنان گرمی که سالهای قبل داشت نداشت، اما امروز مدرسه سلطان یک قسمی که شما میبینین نظر به هر سال بلوارش بیشتر است. مردم هم محرمی که داشتن امور تجلیل میکنن. تا فعلا مراسم خوبی داشتیم دیگه، عزادارام زیاد بودن. ما از صبح که می سقاوخانه وظیفه داریم همینجا بودیم از ساعت 5 صبح تا همی اکنونی که شما ما را میبینین ساعت فکر کنم یک بجه روز شده. بخاطر صرف تام یک وقفه گرفتیم. برگزاری مراسم های ختم قرآن، توزیع نذر و همچنان توزیع صدقه از دیگر انعنات مردم در بسیاری از ولایت های کشور در این روز است.